بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما یک درصدی های نازنین. محمد بصیری هستم و خیلی خوشحالم از این که با یک فایل آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزانم هستم. ریلزی که امشب گذاشتیم راجع به یه تعداد نشونه بود که نشون میده که معجزه در زندگی ما قرار اتفاق بیفته. عزیزانم، در فایل امشب میخوام راجع به این نشونه های کوچولو براتون توضیح بدم. اولین نشونه چی بود؟ این بود که زمانی که زندگی ما به هم میریزه، ما به هم نمیریزیم. زمانی که زندگی بیرونی ما به هم میریزه، ما از ته دلمون آرامش عجیبی رو تجربه میکنیم. ببینین، در زندگی همه آدم ها زمانهایی هست که همه چی به هم میریزه، ولی اگر تو در اون زمان آرومی، اگر اون زمان صدایی از ته قلبت میگه آروم باش و تو آرامش داری، یعنی قراره که معجزه در زندگی تو اتفاق بیفته. یه روز یه متن خوندم خیلی زیبا بود. نوشته بود: مگه میشه زندگی منو به هم ریخته آفریده باشه خدای دانه های انار؟ ببینید، خدای دانه های انار دونه 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 های انار رو سر جاش قرار داده، منظم، دقیق. مگه میشه این خدا که برای آفریدش یک انار این همه نظم به خرج داده زندگی منو به هم ریخته آفریده باشه؟ نمیشه. آیه 155 سوره بقره و 156 هم راجع به همین موضوعه. آیات معنیشو بهتون بگم. آیه 155 خداوند میگه: قطعا همه شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوهها آزمایش میکنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان. من همینجا توضیحاتشو بهتون بدم. ببینید، خدا نمیگه که قرار نیست ترسی وارد زندگیت بشه. خدا نمیگه که قرار نیست گرسنگی وارد زندگیت بشه. خدا بهت نمیگه که قرار نیست که آسیبی به مال و جان و میوت بخوره، یعنی به روزی زندگیت قرار نیست آسیبی بخوره. اتفاقا خداوند میگه که همه این آسیب ها وارد زندگیت میشه و اینها آزمایشه و بشارت ده به استقامت کنندگان. ببینید، تعریف آزمایش یعنی چی؟ ما میریم یک جای آزمایش میدیم. صحبت این نیست که من قراره تا آخر عمر هی کاهش در مال و جان داشته باشم. صحبت راجع به این نیست. صحبت روی اینه که اگر من در آزمایش پیروز بشم، دوباره برکات فوق‌العاده وارد زندگی میشه. خیلی از آدم‌ها در نقطه آزمایش قرار میگیرن ولی میبازند و باعث میشه که روز به روز به دست خودشون شرایطشون بدتر بشه. ببینید، زمانی که زندگی ما به هم میریزه، ما آرامشمون رو از دست میدیم یا نمیدیم؟ اگر از دست ندیم، جزو استقامت کنندگان هستیم. ادامه آیه 155 توی آیه 156 چی میگه؟ میگه که استقامت کنندگان کسانی هستند که چون مصیبتی به آنان برسد میگویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. به به، نمیگه که مصیبتی وارد زندگی شما نمیشه. در زندگی همه امامان و پیامبران مسائلی پیش اومده. میگه تو میبری این مسئله زندگی، تو حل میکنی، به شرطی که چی بگی؟ بگی ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. یعنی چی؟ یعنی همه زندگی تو بسپاری دست خدا. یعنی به خدا بگی که خدا جون، میدونم که قدرت جهان در دستان توه، خودت
با اون روشی که میدونی این مسئله زندگی منو حل کن و اون مسئله زندگی حل میشه. پس من باید همه چیز زندگیمو به دست خدا بسپارم تا در همه چیز دستان خداوند را ببینم. یه خاطره هم واسه تون تعریف کنم. چند روز پیش یکی از دوستانم بهم زنگ زده بود، از بچه های زمان دانشجویی من میشد. بعد قرار گذاشتیم، من تهران چند تا همایش پشت سرم داشتم، قرار گذاشتیم که این عزیز دلمو ببینم. زمانی که همدیگر رو دیدیم به 2 دقیقه، هنوز واسه من دمنوشم رو نیورده بودن، به 2 دقیقه نکشیده بود زد زیر گریه. گفتم فلانی چی شده، برای چی داری گریه میکنی؟ گفت از همسرم جدا شدم. گفتم خب برای چی داری گریه میکنی؟ بچه که نیستی که، میدونی که در زندگی اتفاقهای مختلف میتونه بیافته. بعد اومد گفت که مامان صبح تا شب داره منو نفرین میکنه که چون جدا شدی بدبخت بشی، بیچاره بشی و از این حرفا. اومدم بهش گفتم نظر خودت چیه؟ گفت ما با هم دیگه توافق کردیم و ما آدم زندگی هم نبودیم، آینده ماها با هم دیگه فرق داشت. و میگفت در زمانی که با اون خانم بوده کلی آگاهیش رشد کرده، کلی تبدیل به انسان بزرگتری شده و همین اتفاقها در زندگیش افتاده بود و در نقطه‌ای قرار گرفته بود که جدا شده بودن. به این رفیقم گفتم لطفاً سلام بنده رو به مامان برسون و بعد راجع به 2 نفر بگو تحقیق کنه، یکی راجع به ام الفروه و دومی راجع به فاطمه بنت حسین، راجع به این دوتا تحقیق کنه. این رفیقم اومد پرسید که این دوتا کیان؟ گفتم اولی همسر امام محمد باقر علیه السلام بود که امام محمد باقر ازش جدا شد و دومی همسر امام صادق علیه السلام بود که بازم از هم دیگه جدا شدن. ببینید گاهی وقتا هسته که من در ذهنم یه چیزی رو ساختم. خیلی از مام بزرگا و بابا بزرگا ما هم همین شکلی بودن. مثلا میگفتن که من توی بچگی ها یادم گفتم مرد نباید ورشکست بشه. خب چه ایرادی داره؟ مرد هم ورشکست می شود، مسئله‌ای وارد زندگیش می شود، خانوم ها هم به مشکلاتی در زندگی می خورن، ولی ما که قرار نیستی که پشت مشکلات زندگی بمونیم. گاهی وقتا هست ما از دین فقط یک سطحی رو برداشت کردیم، نرفتیم اصلا تحقیق کنیم ببینیم که مگه نمیگیم که قرآن راه نمای ماست، زندگی امامان و پیامبران راهنمای ماست. خب بریم در زندگی اونا بگردیم ببینیم که چه شکلی زندگی میکردند، چه جوری با آدما رفتار میکردند، چه جوری محبت میکردند، چه جوری عشق میورزیدند. خب نشانه اول واسهتون توضیح دادم، زمانی که زندگیت به هم میریزه آرامشتو نباید از دست بدی و بدونی در زندگی همه انسانهای تاریخ اتفاق افتاده مسئله و مشکل و انسانهای موفق تاریخ خودشونو به خداوند سپردن، فکر کردن، باورشونو تغییر دادن، اقدامات مؤثر انجام دادن و در نهایت تونستن اون مسئله رو رد کنن. دومین نشونه از اینکه قراره در زندگیت معجزه اتفاق بیفته اینه که شما در نقطه تغییر قرار میگیری، یهو تنها میشی، یهو خیلیا ترکت میکنن. مثلا دوستی داشتی که 20 سال بوده باهاش دوست بودی، از دوران دبستان، یهو به یک باره متوجه یک رفتار در این آدم میشی که در نهایت رابطه 20-30 ساله شما با دوست دوران دبستانت به کمترین میزان ممکن میرسه. این یکی از نشونه هاست. حالا علت چیه؟ ببینید شما به واسطه یک سری مسائل در زندگیت قرار رشد کنی، قرار آگاهیت بره بالا، قراره که شما ارتقا پیدا کنی. در سطحی که شما ارتقا پیدا می کنی، اگر اون دوست تو در اون سطح قرار نگیره از زندگی تو خارج میشه.
و همون جوری که یک سری از نفرات قدیمی زندگیت از زندگیت خارج میشن، آدمهایی وارد زندگیت میشن که در سطح ارتقا یافته تو هستن. ببینید، مثلا قبلا شما با آدمای دوست بودی که هر وقت دورم جمع میشدین غیبت بقیه رو میکردید، هر جا جمع میشدید میومدید راجع به منفی ها صحبت میکردید، راجع به مسائل پیش پا افتاده صحبت میکردید، فقط راجع به آب و هوا و جنگ صحبت میکردید. حالا لحظه ارتقای تو فرا رسیده، لحظه تغییر مدار تو فرا رسیده، تو قراره در زندگی رشد کنی. خیلی از اون آدمای قدیم در زندگی تو کمرنگ میشن تا فضا باز بشه برای آدمای جدید. آدمای جدیدی وارد زندگی تو میشن که تو میگی اتفاقی وارد زندگی من شده این آدم، که مثل یک فرشته است، مثل یک دوست بی نظیر همراه منه. ولی هیچ اتفاقی در این جهان که اتفاقی اتفاق نمیافته. شما در مدار جدید جذب کردی انسانهای جدیدو، با اونا میشینی، میبینی راجب مثبتها صحبت میکنن، راجب عشق صحبت میکنن، راجب امید صحبت میکنن، راجب باورهای جدید صحبت میکنن، راجب ارتقا صحبت میکنن. یک ساعت با آدمهای جدیدی میشینی، 10 ایده میگیری برای اینکه کسب و کارت رشد کنه. عزیز دلم، باید قبلی ها خارج میشدن تا انسان های در مدار جدید وارد زندگیت بشن. پس اینم یه دونه دیگه از نشانه ها بود. نشانه بعدی که بهتون گفتم عددهای تکرار شونده بود. ببینید، زمانی که شما در مسیر معجزه قرار داری، زمانی که شما در مسیر درست قرار داری، زمانی که قرار شما به برکات چند برابری در زندگی برسی، میزان دیدن اعداد تکرار شونده در زندگیت به یک بار افزایش پیدا میکنه. یعنی قبلنها تو هفته یه دونه اعداد تکرار شونده میدیدی. اعداد تکرار شونده یعنی چی؟ مثلا 4-1، 4-2، 1-2-3-4. ساعتت رو نگاه میکنی 12:12، بعد دوباره ساعت رو نگاه میکنی بعد از ظهرش 20:20، بعد پلاکی رو میای توی خیابون میبینی اونم 20:20. یهو چشمت میفته به چراغ راهنمایی رانندگی، میبینی که روش نوشته 33، دوباره 10-20 چراغ رو نگاه نمی‌کنی، دوباره نگاه می‌کنی نوشته 11. البته بهتر اینه که حداقل 3 رقم باشه. ولی چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم که اعداد تکرار شونده تو قدیما هفته یه دونه در زندگیت میدیدی، الان شما روزی چند تا اعداد تکرار شونده داری میبینی. این یعنی آن که شما در مسیر برکات بیشتری، در مسیر معجزه های بزرگتر در زندگیت هستی و باید همین مسیر رو ادامه بدی، باید ایمان و احساس خوبت رو ادامه بدی تا معجزه های بزرگتری وارد زندگیت بشه. عزیز دلم هستین همه تون، نمیدونین چقدر خوشحال شدم که الان چند دقیقه با شما صحبت کردم. حتما عضو کانال رسمی من بشید. آیدیشم اگر اشتباه نکنم محمد بصیری، محمد تشدید داره، حتما عضو بشید. این پایین لینکش هم براتون میذارم، چون قراره در روزهای آینده بازم براتون وایس راجب نشونه ها در کانال رسمی بذارم. خیلی دوستتون دارم، فوق العاده اید. مثل همیشه دعا میکنم از آسمون براتون طلا بباره، دعا میکنم از آسمون براتون آرامش و خوشبختی و شادی و معجزه های فراوون بباره. و تا سلامی دیگه، همتون رو به خداوند منان میسپارم. روز و روزگارتون بهشت.